درود و وقتتان بخیر. به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمده. در نخست توجه نمایید به چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان با تک گل فرشاد نور برابر بنگلادش به پیروزی رسید. ملی پوشان کشور در دومین بازیشان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر دیشب در تاجیکستان میزبان بنگلادش بودند که در نهایت به پیروزی 1-0 دست پیدا کردند تا نخستین 3 امتیاز خود را در این رقابت‌ها به دست بیاورند. در این دیدار فرشاد نور کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان در دقیقه 27 با یک ضربه سر تماشایی موفق شد تا دروازه بنگلادش را باز کند. تیم ملی فوتبال هند در برابر قطر قهرمان آسیا 1 امتیاز به دست آورد. دو تیم دیشب در گروه ای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 به مساف هم رفتند که در نهایت هر دو تیم برابر هم تن به تساوی بدون گل دادند تا امتیازات را برابر هم تقسیم نمایند. در دیگر بازی‌های اساس این شب تاجیکستان 1-0 مغولستان را شکست داد. ژاپن با 2 گل از صد میانمار گذشت. استرالیا 3-0 کویت را در هم کوبید. ایران با 2 گل هنگ کنگ را مغلوب کرد و دیدار تیم‌های یمن و عربستان سعودی با تساوی 2-2 خاتمه یافت. پرتغال با درخشش کریستیانو رونالدو برابر لیتوانیا جشنواره گل برا انداخت. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های 2020 اروپا دیشب ادامه پیدا کرد که در یکی از حساس‌ترین و جذاب‌ترین بازی‌ها پرتغال با درخشش ابرستاره‌اش رونالدو موفق شد تا لیتوانیا را با نتیجه پرگل 5-1 شکست بدهد. در این دیدار رونالدو 4 گل به ثمر رساند تا تعداد گل‌های ملی‌اش به عدد 93 برسد. در دیگر بازی‌های اساس این شب انگلستان با نتیجه 5-3 کوزوو را شکست داد و فرانسه در خانه با نتیجه 3-0 از صد آندورا گذشت. و همچنان در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال تیم‌های آرژانتین و اسپانیا برابر حریفان به پیروزی رسیدند. مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها با 2 دیدار پیگیری شد که ابتدا آرژانتین با نتیجه 97-87 سربستان را شکست داد و اسپانیا 90-78 از صد پولند گذشت. در ادامه این بازی ها آمریکا با فرانسه و استرالیا با جمهوری چک دیدار می کند. و بیننده عزیز، امروز در خصوص باشگاه فرهنگی شهید احمد شاه مسعود بیشتر صحبت میکنیم با رضا سلطانی، بنیانگذار باشگاه این باشگاه که همین اکنون از کشور آلمان با ما در ارتباط هستند. سلام بر شما آقای سلطانی و ممنون از اینکه وقت گذاشتین. درود و سلام خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتان تلویزیون آریانا نیوز که همیشه صدای ورزشکاران را در سراسر دنیا به گوش هوادارانش میرساند. سلطانی صاحب، در آغاز از اینجا شروع کنیم که تیم فوتبال شهید احمد شاه مسعود و در کل امین باشگاه از چه زمانی به فعالیت خود آغاز کرد و تا به حال شما چه دستاوردها و چه فعالیتهایی داشتین؟ تشکر برادر عزیز جناب رشاد جان. ما میخوایم که یک کمی وضاحت بتم. در اوایل خواستم که یک عرض تسلیت گفته باشم چون هفته شهید بود و سالگرد قهرمانی ملی بود. شما ببینید که در اجده سنبله و مناسبت همی هم که شما ما را در برنامه گرفتین، خواستم که اکثر معلوماتی را در باشگاه فرهنگی ورزشی شهید مسعود خدمت شما و خدمت هوادارهای مجموعه شهید مسعود برسانیم. باشگاه فرهنگی ورزشی شهید مسعود در سال 1384 به مناسبت 18مین سال 1384 در کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران تأسیس کردیم. البته غیر رسمی تا سال 1390 دیگه غیر رسمی فعالیت های خود داشتیم. دیگه در سال 1390 خواستیم که این مجموعه فرهنگی ورزشی شهید مسعود را رسما ثبت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران کنیم در استانی که ما زندگی میکردیم، در استان شیراز، و این مجموعه در اونجا فعالیت خود آغاز کرد. تا سال 2015 که ما در ایران بودم، در اونجا فعالیت های خود ما در لیگ دسته دوی استان فارس و شهرستان مردش که ما زندگی میکردیم، شهرستان با قول ما شما میشه ولسوالی، در اونجا فعالیت های رسمی خود از زیر نظر فدراسیون فوتبال ایران داره. هنوز هم مجموعه در اونجا فعالیت های خود داره. وقتی که بنا به دلایلی که ما هجرت کردیم به اروپا سفر کردیم، فعلا در شهر فرانکفورت آلمان هستیم. در اینجا هم خواستیم که مجموعه فرهنگی ورزشی شهید مسعود
راه‌اندازی کردیم، فعالیت‌های خود داریم در مسابقات گوناگونی که در بین افغانستانی‌های عزیز که در سراسر کشور آلمان برگزار میشه و ما اشتراک میکنیم، دستاوردهایی هم داشتیم. در ضمنش باشگاه فرنگی ورزشی شهید مسعود و خود سالانه تقریبا 3 دانه 4 دانه تورنمنت در نظر داره. بالاخره تورنمنت سالگری عمر صاحب شهید ما داریم به مناسبت سال نو تورنمنت خود داریم، دیگه برنامه فوتسال خود داریم که از سراسر اروپا مخصوصا در جرمنی دوستا بالاخره حضور به هم میرسونن، تشریف میارن، مسابقات میگیریم، تمامش افغانستانی هستن. ما خواستم که این معلومات کوتاه بودم، باز اگه سوالی بود ما در خدمت شما هستم. بسیار عالی. آقای سلطانی، در مورد بازیکنانی که شما جذب میکنین در این باشگاه بیشتر صحبت کنین، چه کسایی یعنی واجد شرایط برای جذب شدن در باشگاه شما را میداشته باشند و از چه سطح این ورزشکارا برخوردار هستند؟ خب در قسمت باشگاه فرنگی ورزشی شهید مسعود، خب در کشور ایران که ما فعالیت میکردیم، نونوالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسال داشتیم، هیچ کنم ممانعتی در قسمت نیست، هنوز هم فعالیت میکنن. در کشور آلمان شرایط متفاوت است. باشگاه فرنگی ورزشی شهید مسعود هنوز ثبت رسمی فدراسیون فوتبال آلمان نکردیم. دلیلش همی بود که ما تقریبا 4 سال در جرمنی آمدم و درخواست پناهندگی ما یک ذره مشکلات خود داشت. گفتم ما تا درخواست پناهندگی ما بالاخره در کشور جرمنی قبول شوم، بعد از اون ما ثبت رسمی دولت فدراسیون فوتبال آلمانی مجموعه را بکنم. بازیکنانی که در تیم فوتبال باشگاه شهید مسعود فعالیت میکنم، شرایط فعلی باشگاه فرنگی ورزشی شهید مسعود شرایط تیم ملی افغانستان داره. شما تیم ملی افغانستان مسابقات بالاخره داره در مقدمات جام ملت‌های آسیا یا بالاخره جام جهانی، همی برد اواخر تیم ملی را تبریک میگم به تمام هواداران تیم ملی افغانستان. ما وقتی که مسابقات میشه 2 ماه بعد، 1 ماه بعد، 3 ماه بعد مسابقات در جرمنی، مثلا دوستا هستن برنامه‌ها و برنامه‌های ورزشی دارن، ما تمام بازیکنان خود را فرا میخوانیم 3 روز 4 روز قبل از او در کمپ تمرینی خود که در فرانکفورت زندگی میکنیم. بازیکنان ما اکثرش در تیم‌های لیگ 1 و 2 و 3 مثلا لیگ‌های پایین استانی مثلا همین ولایتی آلمان فوتبال میکنن. بچه‌ها را کلش فراخوان میتیم، بچه‌ها جمع میشن، 3 روز ما تریننگ خود داریم، تمرینات خود داریم، باز میریم در مسابقه شرکت میکنیم. تا زمانی که ما تیم رسما ثبت راجستر دولت آلمان بکنیم، باز تیم ما میتونه هفته 2 روز 3 روز تمرینات خود داشته باشه، در پایین هفته در مسابقات که در مشارک ما زندگی میکنیم میتونه در لیگ فعالیت خود داشته باشه. تا اکنون تیم باشگاه فرنگی ورزشی شهید مسعود رسما ثبت نیست، ولی بسیار بازیکنان تراز اول داریم. بازیکنایی داریم که در لندس لیگا بازی میکنه، در لیگای 4 آلمان هم فوتبال میکنه، لیگ 5 هم فوتبال میکنه، لیگ 4 هم فوتبال میکنه، بچهای پروفشنال هستن که حتی پول دریافت میکنن. ولی برای باشگاه فرنگی ورزشی شهید مسعود به خاطر نام عمر صاحب، به خاطر یک آرمان پاک، به خاطر اینکه یک دینی است که عمر صاحب یک ورزشکار بود، جوانا بلند میشن، در برلین هستن، در شهرهای دور نزدیک هستن، اکثر بازیکنای ما در شهرهای دور هستن، جمع میشن میان برای تمرینات ما. دیگه مربی داریم، کادر فنی داریم، تمام کادر ما بالاخره در نظر میگیرن که در فلان تاریخ ما مسابقات خود داریم، جمع میشیم، تمرینات خود داریم، با زبانه مسابقات میشیم. دستاوردهای هم ما در اواخر بالاخره داشتیم. در سال 2018 در بین 32 دانه تیمی که مسابقات ما خود ما میزبان بودیم در شهر دارمشتاد، تیم فوتبال شهید مسعود البته فوتسالش مقام اول گرفت. امسال در تاریخ 6 جنوری ما تانس مسابقات به میزبانی باشگاه فرنگی بر شهید مسعود جام وفاق ملی بود که در بین 16 تا تیم باز ما مقام دوم مسابقات گرفتیم. در مسابقات یورو اسپورت هم که در 4 سالی که ما در جرمنی هستیم همیشه حضور داریم، بسیار با قدرت، و امسال متاسفانه در دوره حذفی‌ها در پنالتی در برابر دانمارک باختیم. و همیشه یک تیم بسیار با نظم و با انضباط و بچهای بسیار پروفشنال در تیم است. ما بسیار تلاش داریم که بتونیم این تیم از ثبت رسمی دولت آلمان بکنیم، ان شاءالله بتونیم اسپانسرای را جذب کنیم که تا بتونیم این تیم یک دستاورد بزرگی داشته باشه. در کل هدف ما در این تیم یک اتفاق اتحاد و همبستگی ایجاد کنیم. برادران پشتون است، برادران تاجیک است، برادران هزاره هستن. ان شاءالله ما میتونیم که ویدیوها را در دست شما قرار بدیم که جوانان خودشان به زبان مادری خود صحبت کنند. فعلا سرمربی تیم ما به نام امید امیری یک جوان بسیار فعال از ولایت هرات هستند، دوستایی داریم از ولایت کابل هستند، در کادر فنی ما هستند، در هیئت امنای ما خط ما همکاری میکنه، وطندارا از پنشیر هستند، از تخار هستند. در اینجا بحث زبان قومی گپا نیست. بسیار خوب آقای سلطانی، ما کارهای ورزشی میکنیم. آقای سلطانی، زمانی که تیمتان راجستر شود در فدراسیون فوتبال آلمان، ای تیم در کدام لیگ بازی خواهد کرد؟ و یعنی اما لیگ ابتدایی آلمان در چه سطحی است و آیا فکر میکنید که بازیکنان شما توانایی ای را داشته باشد که بتانه در او لیگ بهتر کار کنه و صعود کنه؟ ما چند روز قبل از باشگاه آریانا اف سی، افغانایی که در شهر مالموی سویدن فعالیت میکنن، اینجا صحبت داشتیم و باشگاه اونا از لیگ 8
سویدن در 4 سال قهرمان شد و خود رسان به لیگ چهارم سویدن. آیا چنین برنامه در دستور کار شما هم وجود داره یا خیر؟ بسیار شما نکته خوب اشاره کردین برادر عزیز رشاد جان. ما برنامه داریم که ما پیشترم اشاره کردم که ما چرا این تیم در 3 سالی که ما در جرمنی هستم ثبت رسمیش نکردیم. دلایلش هم یکی بود که ما وقتی که خودم از سرپرست مجموعه هستم، مؤسس از باشگاه هستم، باز مدرک لاقل پاسپورت یا قبولی آلمان داشته باشیم که خودم در رأس کارهای از تیم قرار بگیرم که تابوتان میتیم ثبت کنم. دیگه شکر خدا فضل خدا مشکلات پناهندگی ما حل شده در اواخر. ما تلاش داریم که در سال 2020، البته امسال میخواستم میره ثبتش کنم، ماندم در سال 2020 که تیم باشگاه را ثبت رسمی کنم. اما رقمی که شما اشاره کردین، شما با در سال در ابتدایی در اینه بیاین در پایین در لیگ 7 یا 6 و 8 شروع کنین کارا را، یک ذره مشکل است. چرا که در باشگاه ما اکثر بازیکنان تیم فوتبال شهید مسعود لاغر در لیگ 5 و 6 فوتبال میکنن. بچه‌ای که در لیگ 5 و 6 بازی میکنن، باز آوردنشان به سال در سطح پایین یک ذره سخت است، مشکل است. ما به خاطر از اینکه بچه‌ها را خودشان صحبت کردیم، گپ زدیم، کل اعلان آمادگی خود دارن، پشتبندی از هم جوانان دیگر در 16 سال 17 سال هم سرش کار داریم که اینا بتونن جذب از این باشگاه شوند. تا حالا یک سال دو سالی بچه‌ها قربانی بودن که ما این پتانسیل را بر بازیکنان تیم شهید مسعود میبینم. حتما بازیکنان ما که در لیگ آلمان فوتبال میکنن ملی شه در دست شما قرار میدن که پیسه میگیرن. این ما 400 یورو 500 یورو 600 یورو بچه‌ها هستن که به 1000 یورو پول میگیرن، ولی در مسابقات باشگاه شهید مسعود در هر جای آلمان باشه حضور به هم میرسونن. اینا در باشگاه های خودشان هم گفتن اکثر بازیکنان ما پرفشنال هستن. یعنی ما به جرئت میگم که در تیم 19 سال و 23 سال نمیتونن فوتبال کنند در تیم ملی افغانستان. ما این قربانی را باید یک سال دو سال سه سال چهار سال بتیم که تا بتانیم خدا بکشیم. تا لیگ 5 4 آلمان هم ما به جرات تا 5 خوب ما به جرات میگیم که هیچ مشکل ما نداریم که هر سال ما بتونیم قهرمانی را بگیریم. اینقدر که تیمای افغانستانی های مثلا افغانای ما شما که در آلمان فوتبال میکنن بسیار پروفشنال هستن. شما 11 نفر افغانه که وقتی که در بین زمین پیاده میکنین باور کو بسیار با انگیزه فوتبال میکنن. اینجا در آلمان شما میبینید که در آلمان خودشان نیرو انسانی نداره. تیمای آلمانی به خاطر اینکه امتیاز از فدراسیون فوتبال آلمان بگیره کسایی را جذب خود میکنه که همین امتیازشان بالاخره نسوزن، امتیاز خود داشته باشن، همون را بالاخره توپ میگیرن، پیسه میگیرن، زمین دارن، امکانات دارن یا فعالیت میکنن. ولی ما ان شاء الله سر از این کار داریم که باید بتونیم اسپانسرای افغانستانی را جذب از این باشگاه بکنیم، هوادارهای باشگاه شهید مسعود هم جذب کنیم که ما هدف ما است که این مجموعه شهید مسعود رسما بالاخره ثبت کنیم. بعد از اون دیگه برنامه برنامه بعدی خود میتونیم در بسیار خوب هوادارهای خود قرار بدیم. بسیار خوب. آقای سلطانی، شاخه دیگه که در ایران فعالیت میکنه، حالا شما زمانی که مهاجرت کردین آمدین آلمان، بدون شک باشگاه شما در فوتبال ایران راجستر بود. آیا فعلا هم فعال از در ایران و از بازیکنها و فعالیت کسایی که در ایران حضور دارن بیشتر صحبت کنین؟ خب باشگاه فرهنگی ورزشی شهید مسعود، باز هم همینجا تقدیر تشکر میکنم از تمام مسئولین فدراسیون فوتبال و اداره اطوای استان فارس که همیشه زحمت کشتن، همیشه محبت کردن در کل افغانستانی عزیز که در ایران زندگی میکنن و در قسمت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید مسعود یک دید خاص داشتن. چرا دید خاص داشتن؟ اکثر دوستا عمر صاحب به خاطر مبارزاتش دوست داشتن و جوانایی هم که به نام از تیم تاسیس کردن اونها همیشه محبت داشتن. دستاوردهای ما در ایران زیاد داشتیم. در اولین سالی که ما در سال 1390 در بین 12 تا تیم رسما فعالیت کردیم در لیگ جوانان بود که در 12 تا تیم شما میبینید که ایرانی‌ها فوتبالشان باور کرد در سطح ما بالاتر هم است. ما مقام چهارم مسابقات در اونجا گرفتیم. در سال دوم در سال 1391 با تانسیم دوم شدیم. تا سوم و دوم ما فوتبال خود داشتیم. الان دستاوردهای باشگاه فرهنگی ورزشی شهید مسعود به نام حاج محمد قاسم عربزاده شما میبینید که نماینده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی افغانستان در مقام ایران هم هستند. اونا به عنوان سرپرست رسما ما را معرفی کردم در اونجا فعالیت میکنن در استان فارس که یکی از نشانه هایی که ما برای تیم ملی افغانستان دادیم علی عرب بود در قسمت فوتسال. در سال علی عرب بازیکن تیم فوتبال شهید مسعود است که از همین باشگاه بالاخره زحمت کشیده، تلاش کرده، پیشرفت کرده تا جذب تیم ملی افغانستان شد. این افتخارش بر تمام مردم افغانستان هستند. به نام سمیر ابراهیمی بود که در تیم 17 سال ما روان کردیم قبول شدند، بالاخره بنا به دلایلی پس نتونستند. دیگه مشکلات بود در وقتی پناهندگیش و بعض مشکلاتش نتونست در تیم ملی 17 سال باشه. جوانایی هستن که هنوز در باشگاه فرهنگی ورزشی شهید مسعود در اونجا فعالیت میکنند در دو رده، هم رده نون آلان هم جوانان رسما. برادرم نظام سلطانی بالاخره مدیریتش میکنه، آیشه محمد قاسم هستن، دوستا هستن با قاصد اونجا فعالیت خود دارن و ما تلاش داریم که مجموعه اینجا را با اونجا وصل هستند. تمام پیشنهاد دیدگاه نظرات خود شریک می‌سازیم که چطور بتونیم این مجموعه شهید مسعود روز روز ما بالاخره ارتقا بدیم در سطح بالاتر.
تا امروز ما اسپانسر نداشتیم، یعنی بدون اسپانسر، بدون کمک‌های مالی. اکثر دوستان ما اعتراض میکنن که بنیاد عامر صاحب شهید حمایت میکنه، همکاری میکنن، این مجموعه شهید مسعود حتما که با این سبب در آلمان دارن یا در ایران فعالیت میکنن حتما اسپانسر دارن. شما میبینید که ورزش بدون اسپانسر فلج است. بازم من تشکر میکنم از جوانانی که در طول تقریبا 8 سال یا 9 سال که ما رسمی سب فعالیت میکنیم با ما همکار بودن، با ما هم فکر بودن، با کمک همین جوانان ما تونستیم این مجموعه را تا امروز سر پای خود نگه داریم. شما میبینید که در آلمان یک جوان از برلین و یا از مونشن بلند میشه تا فرانکفورت میاد، حتما 200 یورو خرج مصرفش میشه. باور بکنید که خود همین جوانان افتخاری بلند میشن، میان در این مجموعه فعالیت میکنن. اینا ما با فعال نیک میکنیم. در ایران واقعا که ما پیشرفتایی که داشتیم، تجربه‌ای که داشتیم، کلش از ایران به دست آوردیم. تقریبا ما 20 سال 21 سال در بین ورزش مهاجرین یکی از فعالین ورزش مهاجرین بودیم که فعالیت کردم. اینم ناگفته نمانم که برای شما میخوایم اینم موضوعات رو میخوام شریک بسازم. بسیار موضوعات خوب شما اشاره کردین که در طول 30 سال جوانان و مهاجر در اوج به توسط فدراسیون فوتبال افغانستان به رسمیت شناخته شده بود. بازم باشگاه فرنگی ورزش شهید مسعود دستاورد بزرگی که داشت. سفر در افغانستان داشتیم که ما تنها مجموعه هستیم که صدای ما رو میشنوین؟ بله بله میشنوم. ما با 5 رده تیم ملی افغانستان فوتبال کردیم. یک افتخار بزرگ است که شامل حال هر مجموعه نمیشه. 17 سال در استادیوم غازی، با 19 سال با استادیوم غازی، با 23 سال با استادیوم غازی، با تیم بزرگسال که قبل از بازی کویت میخواستن برن. در سال 2014 میگم که با حضور آقای لالی و آقای معین کارگر اکثر بزرگا بودن که ما یک بازی دوستانه تیم جوانان شهید مسعود با تیم ملی بزرگسال هم کردیم در پروژه گل که 9-7-1 ما مسابقات باختیم. برای ما باختش مهم نبود. سفر داشتیم با سرخپوشان هرات، با تیم استقلال هرات، با بیگ بری هرات بازی کردیم، با موجای آمو در ولایت کندوز با سالگیری جنرال صاحب داوود فوتبال کردیم که مسابقات 1-1 شد. این دستاوردهای بزرگی بود که شامل حال تیم شهید مسعود شده. با در همون سال ما طوفان هریروت دعوت کردیم در شیراز، مسابقات را با تیم طوفان هریروت داشتیم. یک دستاورد بسیار بزرگی ما بود که راه را برای تمام مهاجرین باز کردیم. در سال 2014 مناسبت بسیار خوب آقای سلطانی، وقت ما بسیار کم است. به عنوان آخرین سوال برای کسایی که فوتبال به شکل پایه پیش میبرند و میبینیم که مهاجرین بیشتر امکانات ندارند در اروپا و دیگر کشورها، شما چه کارهای برای فوتبال پایه یا همو کودکان نونهال مهاجر افغانستان میکنین؟ ما وقتی که باشگاه خود را ثبت کنیم 100% تصمیم داریم که ما نونهالان در اینجا پتانسیل بسیار زیاد هستند. شما میبینید که در سال 2015 تعداد زیاد از افغان ها در اروپا آمدند. افغانستانی عزیز تا ما بتانیم که در باشگاه خود را جذب کنیم. ولی اینجا یک مشکل هم است. مشکل از است که باید فدراسیون فوتبال سر از این موضوعات جدی بالاخره دیدگاه و نظرات خود را داشته باشند، سفر کنند که تا جوانان تشویق شوند. شما میبینید که وقتی در ایران یک نمایندگی ایجاد شد، تمام مردم تشویق شدند که چقدر تاثیرات خود سر فوتسال ما داشتن. حتی رده های پایه ما در 19 سال و 16 سال ما بجرات میگیم که زمین بزرگ فوتبال ما میتونن در ایران تنسل زیاد استفاده کنند. ما میگیم که اونمو کار در اروپا هم شوال تعداد جوان های زیاد هستن که در باشگاه های آلمانی فعالیت میکنن، هنوز در چشم فدراسیون فوتبال دور هستن. حتی نماینده فدراسیون فوتبال یارو نمیفهمن. اینمی باشگاه ها، اینمی مجموعه ها هستن که میتونن این پتانسیل معرفی کنن برای فدراسیون فوتبال. ما 100% سر از این کار میکنیم که یک آکادمی را راه اندازی بکنیم. ان شاء الله در سال 2020 ما مجموعه را ثبت کنیم. اولین کاری که میکنیم ما سر پایه کار میکنیم. یعنی این جوان ها یک سال، دو سال، سه سال دیگه آرام آرام کم کم دیگه از فوتبال خارج میشن، سن از یا بالا میرن. تا ما بتانیم که اینا را جذب کنیم که دستاورد بزرگی را داشته باشیم. سپاس از شما آقای رضا سلطانی، بنیانگذار باشگاه فرهنگی شهید احمد شاه مسعود از شهر فرانکفورت آلمان با ما. تشکر از شما. تشکر. زنده باشین. روز خوش به شما. و بیننده عزیز، حالا چند خبر کوتاه ورزشی. ما مخلصی فوتبالیم. در کنار هواداران تیم ملی فوتبال کشور، برخی از شهروندان تاجیکستان نیز دیشب برای تشویق تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر بنگلادش به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان حضور پیدا کرده بودند. همچنان سردسته هواداران تیم ملی فوتبال کشور در این دیدار سعدی اسماعیلوف جوان تاجیک بود که از آغاز تا پایان بازی مشتاقان فوتبال افغانستان را رهبری کرد.
سحر خدایاری بانوی عاشق فوتبال که تلاش کرده بود با لباس مبدل مردانه وارد ورزشگاه آزادی ایران شود، یک هفته پس از خودسوزی در بیمارستان در ایران درگذشت. این بانو پس از اینکه اطلاع یافت به دلیل رفتن به ورزشگاه حکم 6 ماه زندان به وی در نظر گرفته خواهد شد، خودش را آتش زد و پس از چند روز درگذشت. مرگ او در میان اهالی فوتبال جهان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. کریستیانو رونالدو با 4 گلی که دیشب در بازی پرتغال مقابل لیتوانی به ثمر رساند 93 گل شد و در حال حاضر رکورددار بیشترین گل ملی در میان بازیکنان اروپایی است و همچنان خودش را به علی دایی بهترین گلزن فوتبال ملی جهان نزدیک می کند. در حال حاضر علی دایی از ایران با 109 گل زده عنوان بهترین گلزن جهان را در اختیار خود دارد. رافائل نادال با قهرمانی در تنیس آزاد آمریکا به رکورد 54 قهرمانی معتبر رسید و حال با راجر فدرر سوئیسی و نوواک جوکوویچ صربستانی برابر است. قهرمانی‌های معتبر شامل گرند اسلم ها، مسترز های 1000 امتیازی و مسابقات فینال آخر فصل یا ATP است که میان 8 بازیکن برتر رنکینگ تنیس برگزار می شود. آرژانتین و برزیل دو گل بزرگ فوتبال آمریکای جنوبی در دو بازی دوستانه به ترتیب به مساف مکزیک و پرو رفتند. با وجود اینکه آرژانتینیا با ارائه یک بازی برتر و با هتریک لوتارو مارتینز موفق شدند حریف پرقدرتشان مکزیک را با نتیجه 4-0 شکست دهند، ولی برزیلیا مقابل پرو نتیجه بهتر از شکست 1-0 به دست نیاوردند. پدر نیمار ستاره برزیلی باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه مدعی شد مذاکرات بین باشگاه PSG و بارسلونا اسپانیا درباره انتقال نیمار به پایان نرسیده است. این در حالی است که در تابستان جاری شایعات درباره بازگشت نیمار به بارسلونا اوج گرفته بود و در طول 3 ماه تابستان هر روز داستان جدیدی درباره این انتقال مطرح می‌شد. در نهایت اما فرصت نقل و انتقالات فوتبال اروپا به پایان رسید و نیمار در پاری سن ژرمن ماندگار شد. پایان برنامه ورزش. ممنون از این که با ما بودیم.